حمله اسرائیل به مغازه جمهوری اسلامی در درون خاک ایران بنابر گزارش های رسانه ها و مقامات 20 نقطه نظامی رو هدف قرار داده. اهداف ادعایی سیستم های دفاع موشکی جمهوری اسلامی، سایت های پرتاب موشک، پهپاد و برخی کارخانه های ساخت موشک و پهپاد و قطعاتشون بوده. جمهوری اسلامی خب طبق معمول خودش مثل بهمن مفید تو فیلم قیصر مشغول اعلام پیروزی و فتح هست. اگه خاطرتون باشه در شرایطی که اسرائیل تمامی رهبری حماس و حزب الله رو یکی یکی حذف میکرد، مقامات جمهوری اسلامی از اینکه اسماعیل قاهانی زنده بود این رو دلیلی برای اعلام پیروزی و فتح میدونستند. یا درباره هدف قرار گرفتن اون سایت راداری در اصفهان تا مدت‌ها دروغ می‌گفتند و نهایتاً این آقای عزیز جعفری چند روز پیش به مسئله اعتراف کرد. اینکه جمهوری اسلامی در شرایطی که 20 سایت موشکی و دفاع ضد هوایی و نظامیش هدف قرار گرفته، اسرائیلی‌ها بدون مزاحمت، بدون دادن تلفات تا عمق خاک ایران، تا درون پایتخت کشور حضور پیدا کردن، عملیات کردن. جمهوری اسلامی به این دلیل که حالا بیت رهبری و زیرساخت‌های اقتصادی هدف قرار نگرفته اعلام پیروزی میکنه، این حقیقتا نشون دهنده خالی بودن دست جمهوری اسلامی و عمق ذلت و فلاکتش هستش. نکته بعدی بحث عدم تلفات غیر نظامی است، یعنی انتخاب ساعت عملیات و اهداف عملیات که همه مراکز نظامی هستند، خارج شهر هستند عمدتاً، نشون دهنده اینه که اسرائیل به شدت مراقب این بوده که به مردم عادی در ایران صدمه‌ای نرسه. مردم هم به این متوجه نکته هستن، برای همین هستش که بیش از اینکه نگران هدف قرار گرفتن توسط اسرائیل باشن، نگران اینن که توسط جمهوری اسلامی که سابقه هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافری رو داره هدف قرار بگیرن. نکته بعدی اینه که چرا این اهداف انتخاب شدن. طبیعی هستش که در هر عملیات نظامی هوایی گام نخست از میان برداشتن سیستم های دفاع ضد هوایی، سیستم های پرتاب موشک و پهپاد و محل های ساخت این سلاح است، تا خب عملیات بعدی آسان تر باشه، دست اسرائیل بازتر باشه. این کاریست که ارتش آمریکا هم همواره انجام میده، معمولا از چند روز تا چند هفته از طریق عملیات هوایی توانای دفاع و پاسخ متقابل رو از دشمن میگیره. نکته بعد این هست که چرا عملیات محدودتر از چیزیست که خب ادعی فکر میکردند یا در تبلیغات اسرائیلی ها مطرح میشد، و چرا اونطوری که گزارش ها مدعیان به نظر میرسه فعلا اسرائیل قصد گسترش حملات رو نداره. دلیل این مسئله به نظر من روشنه. ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم در آمریکا. ترامپ و هریس یک رقابت بسیار نزدیکی دارند. افکار عمومی در آمریکا بسیار دو قطبی هستش. اسرائیل نمیخواد که عملیات نظامیش به گونه ای باشه که این تصویر رو در ذهن حامیان حزب دموکرات ایجاد کنه که شکست احتمالی اونها محصول برنامه‌ریزی و عملیات نظامی اسرائیل بوده. برای اینکه شما اگر مثلا به زیرساخت اقتصادی حمله بکنه الان، یا حمله رو به گسترش بده به اهداف غیر موشکی یا سیاسی، این میتونه به سرعت قیمت نفت رو به شدت افزایش بده در کوتاه مدت. در شرایطی که ما اینقدر نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری هستیم، این میتونه با توجه به اینکه دولت در شرایط فعلی دست دموکرات هاست، شکست دموکرات ها رو در انتخابات ریاست جمهوری و نه فقط اون، در انتخابات در واقع استینا و مجلس نمایندگان رقم بزنه. و اسرائیل طبیعتا نمیخواد که خودش رو در وضعی قرار بده که به عنوان عامل تعیین کننده انتخابات داخلی در ایالات متحده مطرح بشه در ذهن حامیان، رهبران و سیاستمداران یکی از دو حزب اصلی ایالات متحده، بلکه این تبعات بسیار جدی سیاسی بر روی روابط اسرائیل با ایالات متحده خواهد داشت، برای اینکه به هر حال در ایالات متحده دو حزب هستند
معمولا قدرت بین اینها به سرعت جابجا میشه. و اگر یک حزب فکر بکنه که اسرائیل باعث شده که انتخابات رو ببازه، اون تبعات بدی برای اسرائیل خواهد داشت از لحاظ سیاسی و رابطه ویژه و استراتژیکی که با ایالات متحده داره. از این نظر تصور من این هست که تا انتخابات ریاست جمهوری تمرکز اسرائیل بر روی لبنان و غزه خواهد بود بیشتر، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک واکنشی نشون بده که اسرائیل رو مجبور بکنه به اینکه بخواد در واقع عملیات نظامیش علیه جمهوری اسلامی در درون خاک ایران رو گسترش بده. اما با روشن شدن وضعیت انتخابات در ایالات متحده که چند روز دیگه هست، به گمان من در بازه‌ای که بین وقتی که تکلیف انتخابات مشخص میشه تا زمانی که در واقع دولت جا به جا میشه که در ژانویه هست، به گمان من ما به احتمال زیاد شاهد گسترش عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود. معنی ندارد یه رژیم جعلی پیدا شده خوشده باشه، یه عده یهودی را از دور جهان جمع کردن اونجا آوردن، این معنا ندارد که من میخوام با اینا بجنگم، اومده من از خونه زندگی بیرون کرده، خیلی خوب. معنا ندارد من برم بزنم یکی از اینا رو بکشم، اینا بزنن 300 شیعه بکشن، بلا ولا تلا کار حرام کردم. اون حسنک نمیدونست چه غلطی کرد، من میدونم چه غلطی کرد، چقدر خون گردنشه و اونایی که پول بهش دادن. حسنک کجایی؟ حسن یعنی اون شهرونده، درسته اومده خونه تو رو غصب کرده، نمیتونی خودتو منفجر کنی چهار تا اینا رو بکشی، این میشه عملیات ارهابی. کجا شهید برو بنده خدا، کجا شهید شدی؟ حرامه. فلانی گفته دو تا زن داره، من میدونم آقازاده‌هاش هم هر کدومشون یه جای رئیسن، بچهای خودش بفرسته بره فلسطین عملیات شهادت طلبونه، چه بچه خودش نفرسته؟ چرا بچهای خودش برای دفاع نفرسته از اونجا؟ اینجا رسته هورت میده که برید خودت برو. به ملا گفتن که میای بریم برای دفاع، کجا؟ گفتن فلان جا. گفت برای چی؟ مگه چه خبره؟ گفتن مجتهده بله شهر ما فتوا داده که بعد برید اونجا برای دفاع. گفت هر وقت خودشو چهار تا پسرش رفتم من پسرشون میرم. ملا گفت اگه دفاعست و واجبه خب بر همه واجبه دیگه، اول خودت برو، بچهات پسرات که جوونه، تو خودت مثلا هر وقت رفتن من والله دو به من گفتن، گفتم آقا هر وقت فلانی رفت اسم بردم منم پشت سرش نامردم اگه نرم، بلدم از من بیاد اینقدر این کلاش بلا شما بلدم را میبرم. کجا یاد گرفتی شما چیکار دارید؟ در گوانتانامو. بلدم ازم میاد متو آقا را بیفته من پشت سرش، تو هر جایی رفت، تو خود کنار کاخ سفیدم رفتم میرم اگه نرفتم، متو این بیاد. این که نمیشه اینجا بشینی بگی برو عملیات شهادت طلب،